بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. ببینم که پام رسید به خاک ایران، گیرم یک دقیقه در دقیقه بعدش همونجا بازگردم به مادر خود خاک. خیلی غمم میگیره از اینکه بیرون از ایران خواهم مرد. بینندگان گرامی، درود فراوان به شما. با سپاس از محبت‌های شما، اجازه دهید در اینجا آغاز سال نو را صمیمانه تبریک گفته و برای همه ما ایرانیان سالی خوش همراه با سلامتی و موفقیت آرزو کنم. همانطور که می‌دانید، طی این سال‌ها جا افتادن جامعه ایرانی مهاجر در خارج از کشور همراه با موفقیت‌های بسیار گسترده‌ای بوده و می‌رود که نقش ایرانیان کوچ کرده در آینده ایران بسیار موثر باشد. در ضمن همانطور که شاهدید، جهان امروز با مشکلات متعددی دست به گریبان است. چند روز قبل توی گفتگوی با دوست و همکار عزیزم علیرضا میبودی نگاهی داشتیم کوتاه و گذرا به این دگرگونی جهانی، که مایل هستم شما هم به قسمت کوتاهی از این گفتگو توجه کنید. سالی که داره میاد که یک سال به نظرم پر از تنش خواهد بود، در این شکی نیست. دنیا روی گسله. الان حوادثی که داره در هلند میگذره، در اتریش داره میگذره، در آلمان داره میگذره، بین آلمان و ترکیه، بین اتریش و ترکیه، مجموع حوادثی در کل خاورمیانه داره میگذره. همه نشانه اینه که دنیا درد زایمان داره و امیدوار باشیم بچه‌ای که به دنیا میاد مرده نباشه. و البته من در مورد میهن و مملکت خودم شکی ندارم، آینده خوبی در انتظار ایرانه، به خاطر که مصالح لازم رو داره، مواد لازم، مهمترینش هم ثروت انسانی است. ایران به وفور داره و ما امیدواریم. واقعا همینه و باید هم امیدوار باشیم. آقای ایمونادی، یکی از متنفس‌ترین شخصیت‌های اندیشکده‌های آمریکا این آقای رابرت کاپلانه. بله، رابرت کاپلان مقاله‌ای داره در سال 1994 در نشریه اتلانتیک، پیشبینی کرده این روزها رو. میگه دنیا داره از نظم نوین فاصله میگیره در آینده و بعد وارد یه دوره تنش و بعد هرج و مرج میشه، آنارشی، هرج و مرج. یعنی چیزی که امروز در دنیا دست به گریبانش. اما همین آدم در کتاب انتقام جغرافیایی پیشبینی میکنه که یکی از ابرقدرت‌های آینده در دنیا ایران. میگه چون تمام امکانات لازم برای اینکه این سرزمین تبدیل به یک کشور قابل احترام، بسیار متنفذ و قدرتمند بشه داره. خیلی این پیشگوییه. خیلی... یه آدمی است که این دوران پیشگویی کرده. خواستم بگم خیلی منطقی و اصولی به نظر. بله، دقیقاً. به همین لحاظه که ایران رو واقعا باید از بقیه خاورمیانه جدا بکنیم، چون خصوصیاتش، فرهنگ مردمش، این مجموعه ثروت انسانیش، تحصیل کردگانش که امروز در تمام دنیا پراکنده هستند، در قطبای ایران نشین الان در دنیا بیشمار شد. از اندونزی بگیرید، مالزی بگیرید، در کشورهای اروپایی، در خود ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، اقیانوسیه، ژاپن، همه جا، همه جا دیگه ایرانی هستن. خب این یه ثروت انسانی است. یعنی اگه فردا ایران برسه به مرحله ای که دروازه‌هاش بتونه باز بکنه، از این امکانات انسانی و این همه قطب ایرانی نشی میتونه بهره گیری کنه، فکر کنید که ما چه مملکتی خواهیم داشت. میگن که این آرمان ها و آرزوهای انسان مثل قطرات آب. درسته، ممکن آدم تا زمانی که زنده است به آرزوهاش نرسه، به آرمانهاش نرسه، به خواستهاش نرسه، ولی یادم باشه این قطرات بخار میشن، میرن و یک روز میبارن. ممکنه ما نباشیم ولی بارش حتمی است. بنابراین نباید ناامید شد.
با تمام امید به آینده نگاه کرد و مطمئن بود که آینده از آن ایران. من با شما هم عقیدم، ولی اون زایمانی که شما اشاره کردید فکر نمی کنید که بیشتر در رابطه با وجود آقای ترامپ به وجود آمد؟ خب قطعا ببینید پوپولیس الان تمام دنیا رو گرفته، بر خود ایالات متحده آمریکا، در هلند الان بحث روز وجود که از در فرانسه است، همینطور پوپولیست ها در خود آلمان هستن، در لهستان که اصلا کار به افراد کشیده. لهستان میگه ما تمام پناهجویان رو از سراسر کشور جمع آوری میکنیم میبریم در یه منطقه ترانزیت، یعنی هیچ پناهجوی حق نداره در هیچ منطقه از مجارستان زندگی کنه. نمیدونم شما اونجا تشریف داشتید یا نه. بله منم باربت امکانش رو اصلا ندارن. خب میکنن تلاشی دارن میکنن، یکی این که میخوان جلو ورود مجارها رو بگیرن. همین چند روز پیش هشدار دادن به آلمان ها که ما در این کار جدی هستیم، بی خود اتحادیه اروپا رو میگن فشار نیاد. ما تصمیم گرفتیم که پناهجویان رو جمع بکنیم در یه منطقه به اصطلاح ترانزیتی متمرکز کنیم، کاری که آمریکایی ها در یه دوره با ژاپنی ها کردن در اون دوران. بله اینا میگن الان شرط جنگیه، مسلمان ها اومدن میخوان اروپای مسیر رو بگیرن اشغال بکنن. و خب متاسفانه این کاری که پاره از افراطیون و مسلمان انجام دادن باعث شد که بسیاری میلیون ها مسلمان متوازن متعادل که سر در کار خودشون دارن، زندگی خودشون میکنن، اغلب شهروندان معصری تو کشور دنیا بودن، اونا رنج واقعی رو متحمل بشن. درسته. یعنی کار اونها رو خراب کرد. کاری کردن که امروز یه آلمانی از همسایه مسلمان خودش میترسه. میدونم. بله. خیلی جو عوض شده. ببینید رو کمتر مسلمان های مثل ما هم تاثیر گذاشته. دقیقا. شما در میدونم که دوره جوانیتون نوجوانیتون در اروپا زندگی کردید، در آلمان بودید. هرگز مسئله مذهب مطرح نبوده. اصلا. هرگز هیچگاه. به هیچ وجه. برای اولین بار در کاخ سفید همین چند مدت پیش آقای ترامپ و در جلسه مشترک مجلسه برای نخستین بار از اسلام رادیکال و اسلام تروریستی سخن میگن. خب یه واقعیتیست. بله واقعیتیست. تا به حال انکار میشد. ولی برای اولین بار دارن میگن آقا یک گروهی هستن تو این دنیا و این واقعیست که خانش و قرائت ویژه از اسلام دارن و معتقدند که اسلام توصیه کرده در صورتی که غیر مسلمان مقاومت کرد حذفش رو کنه. دقیقاً. از صحنه زندگی رو حذف کنید. بنابراین هم به ترور اعتقاد دارن هم به تخریب. و متاسفانه صدا اینا داره روز به روز بلندتر میشه. الان یه گزارش اومده بود از شورای نگهبان قانون اساسی آلمان، همینطور نهادهای امنیتی اون کشور که باز شما خیلی خوب اونا رو میشناسید، میگن آقا همه بررسی ها نشون میده که اسلام افراطی و رادیکال در بین نسل سومی ها و پناهجویانی که اومدن شتاب گرفت. همینطوره. ببینید با دکترین خمینی شما به وضوح میبینید دیگه سیاست با اسلام یکی شده. کاریش نمیشه کرد. توجه کردین؟ حالا این دوستان یا نوآورانی که شما اشاره دارید نمیدونم چقدر میتونن موفق باشن. صدایی ندارن. بله صدایی ندارن. صدایی ندارن. و تازه قرار نمیشه حرفی که اونها میزنن جامعه به اصطلاح کلان مسلمان در کشورهای اسلامی این حرفا رو بشنوه را قبول بکنه. برعکس اغلب میگن اینا اسلام آمریکاییست. اینا اسلام صهیونیستیه میخوان به ما تجویز بکنن. حرف اونا اینه. بله من پیش بینی میکنم کار خیلی مشکلی در پیش داریم آقای میبینیم. بسیار بسیار. یعنی برای سالهای آینده که ما خوشبینانه هم میبینیم کار بسیار مشکلی است، چون رژیم کنونی به هر حال 38 سال حاکم بوده. و تعلیم و تربیت خودش رو انداخته. اگر نگاه کنید به کتاب‌های درسی و غیره و در قشر گسترده جامعه تاثیرگذار بوده. در شهرها بله ممکنه طرفداری از اسلام رادیکال کم باشه، ولی دیگران من می‌بینم در تلویزیون غیره هنوز بسیار رادیکالن، حتی در کشور ما. بله حالا نه تعداد کاملا درست می‌فرمایید. خیلی خیلی خوش آمدید. سلام بر شما مبارک و خانواده نازنین شما و همسر شاعره شما. متشکرم. سپاس فرمایید. به هر حال بگذارید در این هفته آخرین قسمت از گفتگوی خود من را با دکتر اسماعیل خویی شاعر مبارز، کسی که نه بزرگ خود را نثار ملایان به تخت نشسته کرده است، به پایان ببریم. در اینجا با صدای خود او به کلبه دلنشین او در جنگل های هومه لندن می رویم. با ما باشید. کام همگان باز
باد روا، کام شما نه، ایام همه خرم و ایام شما نه. زانگونه عبوسید که گویی می نوروز، در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگونه شبندوده که با صبح بهاری، شام همگان می گذرد شام شما نه. ونگار که خورشید بهارانه ایران، بر بام همه تابد و بر بام شما نه. ای مرگ پرستان، بپژوهیدم و دیدم، هر دین به خدا ره برد اسلام شما نه. قهقاه بهاران به سوی خلق به شاباش، پیغام خدا آرد و پیغام شما نه. ای جز دگر آزاری انعام شمایان، مایان همه را ایدی و انعام شما نه. از عشق و جمالی چنان دور که بویی، مام همگان زن بود و مام شما نه. وانسان چه قرامت دلتان کس دف دانش، خام همگان پخته شود خام شما نه. این زلزله که از علم در ارکان خراف است، خواب همه آشوبد و آرام شما نه. این سائقه در پرده اوهام جهانی، زد آتش و در پرده اوهام شما نه. بنگه ز دوای خرد و عاطفه، در من سرسام جهان دارد و سرسام شما نه. چیزی که در حقیقت منو زنده نگه داشت و هنوزم زنده نگه می‌داره شعر بود و شعر است. البته من در پیوان با فرمان فرمایی آخوندی مقالم زیاد نوشتم، در پیوان با آقای سروش هم، با آقای دکتر سروش هم که آن جنایت فرهنگی رو درش سهم خیلی جدی داشت، مقاله مفصلی نوشتم با نام روشنفکر دینی دو تا نقطه سه گوشه چهار پهلو، که اصلا چیز ما به نام روشنفکر دینی نمیتونیم داشته باشیم، برای که دین یعنی آری به هیچ چون و چرا، ولی روشنفکر همش چون و چرا هست و سآله و سآله همان آرزو به آرزو بر جوانان عیب نیست. البته همان آرزو همچنان دارم زنده است که ببینم که فرمان فرمای آخوندی به درک واصل شد و ببینم که پام رسید به خاک ایران، گیرم یک دقیقه ده دقیقه بعدش همونجا بازگردم به مادر خود خاک. خیلی غمم میگیر از این که بیرون از ایران خواهم مرد. آی خواهی، شما به یک قشری از روشنفکران چپگرای ایران تعلق دارید که قبل از انقلاب از اون نوع حکومتی که بر ایران حاکم بود، یعنی رژیم پادشاهی، انتقاد داشتید و ناراضی بودید، مانند قشری گسترده از روشنفکران چپ ما، به خصوص استادان دانشگاه. آیا در اون دوران هرگز پیش بینی میکردید که یک چنین فاجعه‌ای رخ بده؟ به هیچ رو، برای که اون اندیشه‌هایی که من باور می‌داشتم بازگشت در تاریخ و واپس نشستن در تاریخ رو ناممکن می‌دونست.
یعنی ما حالا اون سخنی رو که الان مردم ما با حقیقتی بسیار بیشتر میگویند، اینکه اینا برن هر کی میخواد بیاد بهتر از اینا خواهد بود، یه چنین اندیشه اون وقتا تو کله ما بود که از این بدتر مگه چیکار میخواد بشه. متاسفانه نگو که بر متاسفانه. و الان من به این نتیجه رسیدم، اینو به بارها پیش از اینم گفتم، که جنبش مسلحانه در حقیقت مبارزه مسلحانه به عنوان یه تاکتیک مثل هر تاکتیک دیگری به خودی خود نه درسته نه نادرست، فقط میتونه به هنگام به کار گرفته بشه یا نابهنگام. در زمان شاه به کار گرفتن این تکنیک اکنون با آشکارا میبینم که نابهنگام بود. من اگر خرد دیالکتیک که مدعیش بودم در من در اون زمان بیدارتر میبود، هرگز با شاه به قصد براندازی مبارزه نمی کردم. مبارزه می کردیم منتها به قصد مبارزه نرم، مبارزه فرهنگی، مبارزه برای مبارزه به عنوان یه اپوزیسیون، نه یک برانداز. ولی خب حالا خیلی ها البته از این خطا که من گمان میکنم خطا بوده به این نتیجه رسیدن که اصلا مبارزه مسلحانه روشن شد که غلط است. مبارزه مسلحانه به خودی خود مثل تکنیک، مثل تکنیک مثلا گاندی مبارزه صلح‌جویانه، به خودی خود نه درست نه نادرست، بستگی به فضایی داره که درش به کار برده میشه. پس شما در اون دوران موافق این بودید؟ بله 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 بله، وگر نه که خب میگفتم من همیشه واقعا میگم اینا همیشه چاک دهن هم باز بوده. بله بله بله، نه هیچ فکر نمی آقای خویی. فقط سوال اینه که چگونه است که به جهت اصلاح رژیم هیچ قدمی برداشته نمیشد در اینجا در اون دوران دارم عرض میکنم؟ یعنی قشر گسترده‌ای فقط به دنبال براندازی و تغییر ریشه‌ای بودن، ولی برای اصلاح رژیم پادشاهی تقریبا هیچ گروهی قدم بر نمی‌داشت. خب داشتیم البته شیروانلو و پرویز نیکا رو که اونا هم از چپای برجسته بودن، ولی آنگونه این مخالفت با شاه در ما ریشه دار شده بود که من گمان میکنم هر کاری میکرد ما نمیپذیرفتیم. یعنی به چه جهت؟ به چه دلیل؟ جان یعنی امروز پس از 40 سال میشه مرور کرد؟ به دلیل اینکه اصلا گمان میکردیم که نظام پادشاهی یه نظامی که بتونه ایران رو به گفته شاه به دروازه تمدن بزرگ برسونه نیست. شاه نهاد پادشاهی این کار رو نمیتونه بکنه، برای اینکه از درون همیشه آماده بازگشت به دیکتاتوری است. و اینه که جمهوری ایران جمهوری باید باشه، یه جمهوری، حالا جمهوری سوسیالیستی باشه یا جمهوری ملی باشه، ایناشو خب مردم بعداً تعیین خواهند کرد. ولی فعلا ما میدونیم که ایران بدون پادشاه زمینه تکاملش بسیار بیشتر خواهد شد تا با بودن شاه. این اندیشه حالا باز میدونیم، من باز به این نتیجه رسیدم که اندیشه هام مثل همه چیز دیگه یا به هنگامن یا نابه هنگام. اما مثلا فرض کنید در انگلیس اندیشه این که خیلی هم دارن که ما چرا خرج ملکه رو میدیم،
این همه خرج روی و برو دست ما داره، هیچ کارم نمی کنه، اجازم نمیدیم کاری بکنه، و چرا نگرش میداریم و بندازیمش دور. حالا که ولی ما در ایران راضی بودیم به اینکه شاه حکومت نکنه، سلطنت بکنه، ولی خب میکرد، حکومت میکرد. و تازه حتی اگر قضیه برای در دل بچه های چپ جرفتر از این بود، بران بودیم که اصلا نهاد پادشاهی نمیتونه ایران رو به آنجا که ایران میتونه برسه برسونه. خودش یه سده. ما دو تا سد میشناختیم، یکی شاه یکی شیخ، که این دو سد هم از زمان از جنبش مشروطیت به این سو شناخته بود برای ما. آیت الله نوری رو اعدامش کرده بودن آن نازنینان، ولی ما یه دقیقه ببینید، یکی از مشکلات اندیشه چپ به طور کلی این خطر دچار شدن به بیماری پوپولیسمه. مردم گرایی نه مردم زدگی، تود زدگی. و ما در اون پیش آمد یک دوره ای که کاش پیش نمی آمد، که به جای اینکه پیشتاز توده‌های مردم باشیم، دنبال روشون شدیم. و این یک گناه نابخشودنیه. البته درود بر بختیار باد که به هنگام متوجه این بدبخت این آنچه در راه است شد و خب جونش هم داد. هشدارهای اولیه فقط از طریق او بود. بله. ولی خب یادتونه که بختیار نوکر بی اختیار بختیار شد. حالا تازه حالا به تدریج داره حقانیتش رو میشه، نه در حد روشنفکری، در بر مقیاس مردمی با. که خب دیره الان دیگه امکان پدید آمدن یک بختیار در فرمان فرمای آخوندی نزدیک به صفره. امکان شکل گرفتن یه حزب پیشرو در این حاکمیت دوزخی نزدیک به صفره. هیچ کار سازمان یافته و با پشتوانه مردمی، حتی این نهادهای شهروندی مثل سندیکاها که سرشون رو بخوره، مثل این گرده هم آیی های کارگران یک کارخونه با هم دیگه برای گرفتن حقوق پیش عقب افتاده شون، نه برای تقاضای اضافه حقوق. اینا رو سرکوب میکنند، چلاق میزنند که تو چرا حقوقتو میخوای. در چنین شرایطی من گمان نمی کنم سرانجام برای مردمان ایران راهی جز تنگی خون باقی بمونه. من فکر میکنم که به ویژه نسل جوان یا اینا در کار همچنان نسل به نسل با کلک های آخوندی، با این دوالیسم تندرو و کندرو میانه رو یا اصلاح طلب و تندرو و با این بازی پلیس خوبه پلیس بده، میتونن هنوزم کلک های تازه سوار بکنن، میتونن. ولی سرانجام به هر حال هنوز الان هم دستشون برای همگان روه. میزان جنایت روز به روز در ایران بیشتر و بیشتر میشه، میزان دزدی فساد روز به روز بیشتر میشه. و خب چنین حاکمیتی به راستی نمیتونه ماندگار باشه، نمیشه. من گمان میکنم که داعش با خمینی زاده شد، یعنی خمینی نخستین نشانهای تاریخی ظهور یک انقلاب مدعی جهانگیری بود. چرا؟ برای که خود خمینی هم اولین حرفش این بود که ما باید انقلاب صادر کنیم. و یعنی چی؟ یعنی حق هم داشت، برای که یکی از
اصول دین جهاده. اسلام جهان رو در هر لحظه از تاریخ بخش بر دو میکنه، یک دارالاسلام، دو دارالکفر. و وظیفه مسلمانان است که به هر راهی که میتونند کوشش کنند که دارالکفر رو هم به امپراتوری اسلام اضافه کنند. یعنی اسلام به دنبال یک امپراتوری جهانیه، به این جدی میگم. و حالا خمینی از اونجا که به راستی آدم هوشمندی بود و هنگام شناس، درسته که تمام بچه های پردم و در سال 60 و سالش به سال 67 قتل عام کرد، با این همه اگر شما در مقیاس با داعش بسنجیدش، من میگم خمینیسم یک داعش نرم بود، داعش یک خمینیسم گرمه. یعنی هر دوشون در حقیقت از یک سرچشمه فرا میجوشند، اونم اصل جهاده، اصل تکلیف مسلمان بودن برای گسترش دادن جهانی اسلام. و اینه که من تردید ندارم که اگر انقلاب اسلامی در ایران پدید نمی اومده بود، دنبالهی مثل پدید اومدن داعش نیز نداشت. نگیم که اینا شیعن اونا سنی، بنیاد دینشون یکیه. به هر حال در اصول دین البته دو تا اختلاف با هم دیگه دارن، ولی در جهاد این همند. فقط خمینی به علت پیشرفتگی فرهنگ ما و هوش خودش دستش زیاد باز نبود و مثلا نرم پیش اومد، اینی که داعش دستش باز و گرم پیش میاد. خب کار به اینجا رسیده که ما این جنایاتی رو که در سالهای آغازین انقلاب انجام شده نرم مینامیم. بله ببینید چی بحث این فقط با معیارهای اسلامی این حرف رو به دهن من میاد. وگرنه که یک نفر خودشون میگن آنکه یه نفر رو بکشه انگار همه مردم رو کشته. ولی حرف های آخوندی، حرف های مسلمانی هیچ کدومش جدی نیست، برای که همه شون ضد خودشون هم دارن. یعنی میگه که اگر آنکه یکی رو بکشه همه مردم رو کشته، اما از سوی دیگه اگر اسلام در خطر بود همه مردم رو میشه کشت. شما بنز کافی توضیح دادید آقای خویی. به هر حال آخرین سوال من اینه که تداوم این رژیم رو شما چقدر بهش شانس میدید؟ با شناختی که شما از جامعه ایران در قبل از انقلاب داشتید، با شناختی که امروز پس از انقلاب دارید، با دو نسلی که پس از انقلاب به وجود اومده، فکر میکنید تداوم این رژیم چقدر شانس داره؟ و ببینید تکامل جامعه از دو راه ممکنه که ایولوشن و ریولوشن، از راه تکامل قانونمند از یک سو، از راه انقلاب از سوی دیگه. انقلاب میونبوریست، یک راه کوتاهیست در تکامل که البته خیلی براحتی هم میتونه به عکس خودش بدل شه اگر نابهنگام باشه، چون که انقلاب ایران نابهنگام بود و درست عکس خودش، ضد خودش رو به بار آورد. ولی این نکته رو گفته باشم، بر این بیفزایم که همچنان که فرد، جامعه ها نیز عادت پذیرند. سنت در جامعه همون عادت در فرد. بله. یعنی یک چیز اگر تکرار بشه اگر حراس انگیزه، حراس خودش رو کم، حراسش کم رنگتر و کم رنگتر میشه. اگر شادی آفرینه، شادی آفرینش کم رنگ و کم رنگتر میشه، تا به جایی که میرسه فرد از یه سو به جامعه از سوی دیگه که انگار اصلا اون غم یا شادی رو نداره، انگار این ستم بر اون نمیگذرد. خب چی شد که اسلام 1400 ساله در ایران مونده؟ در اون قرون آغازین بالاخره
خیزش های این سو و آن سو بود، بعد همش فروکش کرد. علتش عادت کردن مردم به این به این وضعیت بود. یعنی ستم مکرر مرتب از زشتی خود زشتیش در حس مردم کمرنگتر و کمرنگتر شد، تا دیگه گفتم زندگی همینه دیگه، همینه که از خیلی خوب باش. الانم این گونه است، هنوز مردم و نسل دو سه نسل بیشتر از این فاجعه نگذشته، ولی اگر شما نسل منو با نسلی که اکنون از 25 بالاتر مقایسه کنید، پذیرفتگی بنیادهای آخوندی در فرهنگ ما خیلی بیشتر است از آنگونه که در نسل ما بود. و این یعنی که خطر این که جامعه اسلام عزیز یا خمینیسم در جامعه ما نهادینه بشه و برای مردم بودنی بشه مثل نبودن. یعنی میدونید خیلی چیزا هست که ما میدونیم که هست ولی حسشون نمی کنیم، مثل هوایی که الان نفس میکشیم. اگر به اونجا برسه در 3-4-5 نسل بعد از این، وای بر ما. به این دلیل که ما در یک اورژانس موقعیت مرگ یا زندگی در تاریخ رویارو هستیم. این است که من امیدم بر این است که این خشم و خروشی که الان در جامعه ایران هست و داره انباشته میشه بر هم، چندان باشه که توان اینکه یک شورش مردمی تازه رو پدید بیاره. و باز امیدوارم که به ویژه در میان دانشجویان دانشگاه کسانی باشن که بتونن این شورش رو رهبری کنند، یعنی نذارن یه شورش کور باشه، یک خیزش سازمان داده عام باشه. من فکر میکنم که فرمای آخوندی میتونه به درک واصل بشه. یک خطر دیگه هم که ما رو تهدید میکنه الان، البته سپاه پاسدارانه، یعنی بعد از اینکه خامنه ای سرش رو به زمین بذاره، الان ما نمیدونیم کی مثلا میتونه ولی فقیه بعدی بشه. ولی فقیه هم داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه. خمینی نخستین، بعضی نظر نخستین و واپسین ولی فقیه تاریخ ما بود. این یکی داره عدهش رو در میاره، اگر اون تراژدی بود این یکی کمدیه دیگه. ولی خب قدرتش همونه و بعضیت هم آزاردهندگیش و ویرانگریش هم همون قده. بعد از او فرض کنید که شورایی از رهبری پدید بیاد، خب البته که کمرنگتر خواهد شد، برای که آخوندها همه خودشون از اونهای دیگه بزرگتر میدونند و درچه نمیتونن با هم کنار بیان. من دیدم اینو توی خونه خودمون، توی خونه یعنی دایی من، در روزهای برخی روزهای ماه رمضان که چند تا آخوند که میومدند همشون میخواستن بالای مجلس بشینند و اونجا هم که میشستن میدیدی که به همدیگه فشار میارن که نو خودشون رو به مرکز نزدیکتر کنن. فکر میکنم که اگر وقتی که خامنه‌ای سرش رو زمین بذاره و مثلا یه شورای رهبری پدید بیاد، خیلی زود بیکفایتیش و نادانیش و ناتوانیش از اداره دزدی ها حتی در مملکت، سپاه پاسداران رو به این اندیشه هدایت خواهد کرد که آجر ما خودمون دست به کار نشیم. اینی که ولایت فقیه برگرده به یک دیکتاتوری نظامی در ایران، مثلا آنچه در پاکستان پیش اومد، این هم خطری است. ولی چون میدونید در هر برشی از تاریخ که شما نگاه کنی، اون سناریوی ممکن فقط یکی نیست، چند تا با هم هست. و اینکه کدوم یکیش رو صحنه بیاد
و بازی بشه بستگی داره به اینکه چه نیروهایی چقدر توانمند باشن، چقدر آگاه باشن و چقدر هوش تاریخی و زیرکی و پیش آمادگی برای رهبری یه چیز داشته، یه جنبش رو داشته باشن. امیدوارم من به الان من گمان میکنم که در همین حالتی که هستیم جمهوری اسلامی یا فرمان فرمای آخوندی خواب راحت نخواهد داشت تا هنگامی که یک زنان ما هستند، دوم دانشجویان ما. و مقصود من از دانشجویان ما دانش آموزان دبیرستان هم الان هستند، چون اونا هم براستی بسیار حالیشونه و نسل جوان به طور کلی بره. و میدونید زمانه ایست که 40 سال پیش کی میتونست مثل شما من همکنون بیان که راه دوری بره، همین که تصمیم میگیره که بشینه با هم دیگه گفتگو کنه و گفتگو رو هم ضبطش کنه، به این راحتی میتونست بیاد این کار رو بکنه. الان خب این امکانات الکترونیک در اختیار همه مردم هست، از جمله در ایران. و در چه سانسور آخوندی واقعا بی‌معناست و به خودشون کم کم دارن میفهمن که سودی نداره اینکه اون دیشای مردم ها از بومهاشون بکشن پایین، چون اونا نوع بهتریش رو دوباره خواهند گذاشت. سودی نداره از پارازیت پخش کردن به روی این یا آن فرستنده، برای که مردم از راه های دیگری میتونن اون برنامه رو ببینن. و به انسان اینا همش که روی همه این چیزا رو که روی هم بذاریم میبینی که ذات قرن 21 با حضور تاریخی آخوند همخوانی نداره. آخوند یک استخون زیادیه که در گلوی این قرن گیر کرده و این بیگمان با یه سرفه ناگهانی ازش شرش رها خواهد شد. استخونم که در میاد بیفته پیش سگ. البته سگای تفلکی. درود بر سگا. من خیلی سپاسگزارم از این وقتی که شما من دادید و بسیار آموزنده بود و شناخت بیشتری از تفکرات شما در ارتباط با این تغییر و تحول سیاسی که در کشور ما به وجود آمده. درود بر شما. منم بسیار شادم از اینکه پس از این همه سال چشمم به دیدار شما و همسرتون روشن شد. همچنان ارادت دارم به شما و امیدوارم پیروز باشین و به با امید دیدارتون باز هم. منم همینطور. خیلی خوشحالم. قربان. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.